بزرگترین فرمانده جبهه مقاومت را شهید کردند. جنایت های برای ثبت در تاریخ. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی دیگر از ویدیوهای این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را لایک و سابسکرایب نمایید. جنایت های برای ثبت در تاریخ. طالبان پس از آغاز حملاتشان بر ولایت پنشیر، شبیه 20 سال جنگشان، جنایات بشری متعددی را مرتکب شده اند. از زمان هجوم این گروه بر دره پنشیر، شواهد و مدارک زیادی مبنی بر آزار و اذیت، شکنجه، تیرباران و کشتار گروهی غیر نظامیان در رسانه ها منتشر شده است. با تازگی افراد مسلح طالبان نقششان در قتل فاجعه غیر نظامی در این ولایت را تایید کرده اند. در ویدیویی که از جسد مقتول نشر شد، دیده می شود که همه اعضای بدن او با ویژه پایین تنه اش از شدت لتکب کبو شده است. اعضای خانواده مقتول گفته اند که وی زیر شکنجه شدید طالبان جان داده است. همچنان منابع تایید کرده اند که پارچه های گوشت بدن انسان را در دریای پنشیر دیده اند. این موارد و سایر قتل هایی که طالبان روزانه در جغرافیای به نام پنشیر انجام می دهند بیانگر جنایات این گروه در قبال مردم عام است. افراد طالبان هیچگاه احترام به حقوق بشری را بلند نبوده اند. حتی برخوردهای روزانه آنان در مخالفت سرح با دستاتیری است که با اتکا بر آن برای خود دکان باز کرده اند. در اسلام همواره بر اخوت و برادری تاکید و با اسیران جنگی رویه مناسب شده است. در جنگ ها تنها افراد مسلح درگیر به عنوان طرف جنگ شناخته می شوند و در صورت اسارت با آنان نیز شبیه اسیر جنگی برخورد می شود. این در شرایط از که طالبان هم اکنون حتی با افراد بیگناه بدتر از اسیر جنگی برخورد می کنند. روی کرده طالبان نه تنها متناقض بلکه مخالفت با اصول دین اسلام است. بزرگترین فرمانده جبهه مقاومت را شهید کردند. جبهه مقاومت ملی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: شهادتت مبارک. قماندان قنداغا، عضو نیروهای جبهه مقاومت ملی، دیروز در یک نبرد نفسگیر در برابر ملیشه‌های متجاوز در کوهسار پریان بنشیر جام شهادت را نوشید و جمع شهیدان آزادی عدالت پیوست. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، خدایا را نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید و این کانال را لایک و سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما نیز اطلاع حاصل نمایید.